آقای رناتو، قسم میخورم نمیدونستم داره تعقیبم میکنه. باورم نمیشه تو به خانوادت یه دروغ خیلی وحشتناک گفتی. ما فکر کردیم تو مردی. چرا همچین کاریو کردی رناتو؟ آخه چه دلیلی داشتی که همچین کاری کردی؟ میدونی باید چی کار کنی؟ میخوام ایگور مورو از روی زمین محو بشه. این حرکت بعدیه که باید انجام بدی. نمیخوام چیزی بشنوم. خوب گوش کن. نمیخوام بشنوم دوباره به پیلار نزدیک شدی. دیگه بزنم نزدیک نشو، فهمیدی؟ تو فقط نگرانشی. عاشقش نیستی. حسی که به اون داری عشق نیست. عشق و شور و شوق، اینا رو فقط با من داری. خودت هم میدونی، میدونی که حقیقت داره و به خاطر همینم هست که اینجوری شدی. حقیقت ناراحتت کرده. تو پیلار رو دوست نداری. بیمارت؟ آره، ازم یه قرار ملاقات خواست و تو دفترم دیدمش. گفت اسمش سیسیلیا آبندانوه و مشکلش اینه که عاشقی مرد متأهل شده. عاشق تو. اما من هیچ وقت این زن رو تو زندگیم ندیدم. در ضمن گفتی اسمش چیز دیگه ایه، مگه نه؟ آره، خودشو جای خواهر آدولفو و لئوناردو جا زده. عکسش تو اون جعبه ای بود که واسه آدولفو و ایگناسی خیلی با ارزش بود، جعبه ای که خاطراتشون رو زنده میکرد. فکر میکنم این همون جعبه رو خاویر تو کمدش قایم کرده بود. آره همون. امیلیو تحقیق کرده بود و فهمید اصلا کسی به این اسم وجود نداره. به خاطر همینم بازم دنبالش گشت و فهمید اون اسم قلابی بوده. اون اسم در واقع یه رمزه. خب مثل بازی کلمه ها میمونه. اگه به حروف روزا مونیتا توجه کنی و خوب دربارش فکر کنی، میتونی این جمله راستش پیدا کنی: من یه دروغم. ببینم منظورت از این حرفا چیه؟ یکم فکر کن، خیلی واضحه که داره به رابطت با گونزالو لطمه وارد میکنه. خاویر؟ به نظر من این دفعه تو این کار نقش آدولفو بیشتره. آخه نمیفهمم من چه رابطه‌ای با آدولفو دارم؟ هیچی. و تو؟ تو حتی اونو نمیشناسی. یه لحظه ببینم کسی نظر منو قبول نداره؟ من تنها کسی هستم که فکر میکنه خاویر و آدولفو با هم فامیلن؟
به خاطر کاری که کردم دلیل خوبی دارم گلاندا. من نمیدونم چه دلیلی داشتی که این کارو کردی، ولی خانوادت دارن بدجوری بابت مرگت قصه میخورن و حالا که فهمیدم مرگت یه دروغ بوده دیگه بدتر. این کارت قابل بخشش نیست. نه اصلا قابل بخشش نیست. یولاندا چطور میتونی با آقای رناتو اینطوری حرف بزنی؟ ببینم تو هم تو این قضیه دست داری؟ معلومه دیگه، به خاطر همینه که همیشه هی غیبت میزنه. تو این دروغ بزرگ هم دستش بودی. نیبالدو اصلا تقصیری نداره یولاندا. نیبالدو فقط به هم وفادار بوده. واقعا؟ منم میرم به اون بیچاره هایی که دارن به خاطر مرگ تو غم و قصه میخورن وفادار باشم. میرم و بهشون میگم که مرگ تو یه دروغ بوده. تو از اینجا نمیری بیرون یولاندا. یولاندا؟ کجای یولاندا؟ تو میدونی یولاندا کجا رفته؟ نه، معذرت میخوام. یولاندا کجایی؟ ایوا، دوباره همدیگر رو دیدیم. سلام آقای ایگور مورا. ببینم، تو میخوای ایوا و بچه‌ام از چیزایی که تو این سالها با زحمت و جون کندم به دست آوردم چیزی بهشون نرسه؟ تو همینو میخوای؟ نه. خب پس تو چیزی نمیگی یولاندا. روشن شد؟ ولی اونا دارن غم و قصه میخورن. خیلی غم و قصه میخورن آقای رناتو. تو نمیفهمی یولاندا. اوضاع از اونی که تو فکر میکنی خیلی بدتره. خیلی آدم ها بودن که میخواستن منو نابود کنن و به خونوادم لطمه بزنن. این تنها راه برای محافظت از خونوادم بود. فقط کافی بود یه بار ناپدید بشم که آبو از آسیا بیفته و همه چیز به حالت اولش برگرده. چی کار میخواین بکنین؟ واسه همیشه اینجا میمونین؟ کی میخواین خودتونو نشون بدین؟ نمیدونم یولاندا. نمیدونم. چیزی که میدونم اینه که تو به هیچ وجه به کسی چیزی نمیگی. اگه واقعا خانواده کنده رو دوست داری پس تحت هیچ شرایطی چیزی نمیگی. هیچی. روشن شد؟ این واقعا احمقانه است. اصلا با عقل جور در نمیاد. من خانواده خاویر رو دیدم. همه اعضای خانواده‌اش رو دیدم. اون خواهر و برادر داره؟ نه، اون تک فرزنده. میخوای بگی من با مردی ازدواج کردم که درست نمیشناسمش؟ خانواده ای رو که دیدم خانواده اون نبوده. اونا پدر و مادرش نبودن. تو میخوای همین رو بگی؟ میخوای بگی کل زندگیم یه دروغ بوده؟ خب الان دیگه نظر کارولا هم اونقدر احمقانه به نظر نمیرسه. اگه فامیل باشن پس میتونه توضیح بده اون عکسایی که از آدولفو و خاویر پیدا شده چیه. خب و اینم معلوم میکنه که اونقدر به خاویر اعتماد داشته که اون جعبه وسایل شخصیشو داده به خاویر تا براش نگه داره. حالا متوجه شدین؟ نه، نه، این حقیقت نداره. خاویر با آدولفو هیچ رابطه ای نداره. من مطمئنم که فامیل نیستن، مخصوصا برادر که اصلا. چرا انقدر مطمئنی؟ خب چون من بیشتر از 15 ساله که دارم با خاویر زندگی میکنم و اونقدر میشناسمش که. پیلار معذرت میخوام، ولی کسایی که اینجا میدونن خاویر خیلی از چیزا رو به تو نگفته و مثل یه راز نگه داشته. خب راستش من فکر میکنم که شاید رابطش با آدولفو. نه، نه، کافیه دیگه. با تو میخوای همینجور ساکت بمونی؟ نمیخوای چیزی بگی؟ معذرت میخوام پیلار، ولی باید بگم که من با کارولا کاملا موافقم. اگه اون خانم به خاطر این اومده تو زندگیمون که به همون لطمه بزنه، پس حتما باید به دستور یه نفر اومده باشه. شاید هم خاویر، شاید به توافق آدولفو. به خاطر همین بوده که اون عکساتو اون جعبه بوده. پیلار یه لحظه صبر کن، خواهش میکنم. ما داریم سعی میکنیم. پیلار، اینطور که به نظر میرسه هنوزم خاویر رو دوست داره. وقتی یه نفر درباره خاویر بد حرف میزنه ناراحتش میکنه.
بذار این پیشبندو برات ببندم که خودتو کثیف نکنی. خب من بهت غذا میدم، باشه؟ بخور. نمیتونم. معذرت میخوام. نمیتونم. نمیتونم این کارو بکنم. خیلی وقت میشه که اینجا نیومدم. چند وقت میشه؟ نمیدونم. میدونی ایوا، خیلی هم خوب میدونی. راستش با شناختی که من ازت دارم باید تمام روزا رو شمرده باشی. تقریباً 26 سال. دقیقاً تقریباً 26 سال. و همه چی مثل همون موقع هاست. اون جشنیه که تو و رناتو به خاطر اومدنتون به این خونه گرفته بودین و خوب یادمه. و هدیه‌ام به شما یه دسته گل رز. دیدی همه چی یادته؟ متاسفانه آره، منم یادمه. و اینو هم یادم نرفته که سعی کرده بودی منو با دستای خودت بکشی. معذرت میخوام، نمیخواستم مزاحمتون بشم. اشکالی نداره، این خانم الان میره. وقت اضافی ندارم با تو جر و بحث کنم، باید بری. الان میگم ناهارتو آماده کنن. میخوام از خونم بری بیرون. اگه نرم چی ایوا؟ دوباره سعی میکنی منو بکشی؟ دوباره بهم حمله میکنی؟ از خونه من برو بیرون. چون حافظت خیلی خوبه، امیدوارم این ملاقاتمون یادت بمونه. به حافظت بسپارش. چون دفعه دیگه که همدیگر رو دیدیم شرایط خیلی با الان فرق میکنه. خیلی خیلی متفاوت تر میشه. میخوام خانم ایوا، خانم برای نهار میمونه یا نه؟ نه 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 نه، معلومه که نه، اون رفته. باشه، با اجازه. هیلدا ببینم، تو حرفامونو شنیدی؟ واسه چی میپرسی؟ جوابمو بده، شنیدی یا نه؟ نه نه. خوبه، من میرم یه سر به امیلیو بزنم. کرده بوده اونو بکشه. منم کارولا. آره پولتو آماده کردم، بالاخره تونستم پولتو جور کنم. کجا ببینمت؟ آره گوش میکنم. خاویر. خانم پیلار، اون قسم میخورم آقای خاویر اینجا نیست، اون رفته بیرون. نمیدونی ساعت چند برمیگرده؟ آی نه نه، چون راستش چیزی ازش نپرسیدم، اون حتی با هم حرفم نزد. مامان بیا اینجا، بیا اینجا عزیزم، بیا اینجا. کمکش کن. بیا اینجا، بیا پیش بابا. خانم پیلار، حالتون خوبه؟ دختر خوشگلم، چی شده؟ چرا ناراحتی؟ چی شده؟ آه
خانم پیلار ببینم، شما دوباره برمیگردین اینجا؟ اوضاع این خونه خیلی ناجوره. میشه بگی تا حالا کجا بودی؟ رفته بودم بیرون، کار داشتم خانم ایوان. لطفاً دیگه بدون اجازه بیرون نرو یولاندا. دنبالت گشتم ولی نتونستم پیدات کنم. دیگه تحمل ندارم، میترسم یولاندا، میترسم از آینده، میترسم از اینکه چی به سرمون میاد. آینده برام خیلی گنگ و نامفهومه. در نبود رناتو خیلی احساس تنهایی میکنم. شما تنها نیستین خانم. معلومه که هستم. رناتو اینجا نیست و دیگه هم بر نمیگرده. اون منو با این همه مسئولیت گذاشت و رفت. مسئولیت این خونه، مسئولیت بچه ها، مهمتر از همه اینا. باید این موضوع که گونزالو وارث شده تحمل کنم. فکر میکنی بتونم این وضع تحمل کنم؟ بدتر از همه اینه که مابل دوباره برگشته. امروز اینجا بود. بودنش برام یه زنگ خطره. آره همینطوره یولاندا. بیا این پولت تا آخرین سنتش. عالیه. میدونی اگه به کمکم احتیاج داشتی من در هر شرایطی در خدمتتم کارولا. تو یکی از بهترین مشتریای منی. احمق. فکر نکن از زندگی میری بیرون. تو به من احتیاج داری. تو یه معتادی. همیشه زندگیت همین جوریه. ولم کن. پولتو بهت دادم. پس لطفاً دیگه مزاحمم نشو. هر جایی بری من همیشه باهاتم. هیچ وقت نمیتونی فرار کنی. شنیدی؟ هیچ وقت. سلام. خوشحالم برگشتی. میدونی میخوام یه چیزی ازت بپرسم. چرا وقتی از خاویر حرف میزدیم اون برخوردو داشتی؟ بگو چی شده؟ هنوزم دوستش داری؟ همینطوره؟ پول مال منه. این واسه این که کارولا رو اذیت کردی. بعد گفتم اون پول مال منه. میخوای چه فکری بکنم؟ خودت فهمیدی وقتی داشتم میگفتم فقط ممکنه خاویر چجور آدمی باشه چی کار کردی؟ میدونی این احمقانه است گونزالو؟ من میدونم شوهرم کیه. خوبه، تا اونجایی که من خبر دارم اون دیگه شوهرت نیست. آره تو راست میگی، نیست. ولی من میدونم خاویر کیه. نمیتونی ازم توقع داشته باشی که باور کنم تو همه این سالا کل زندگیمو با دروغ گذروندم. من خاویر رو دوست ندارم گونزالو. من اینجام، با یکی از بچه هم تو خونه تو میخوابم. یعنی این کمه گونزالو؟ این قربانی که دارم به خاطر تو میدم نمیتونه راضیت کنه که خاویر رو دوست ندارم.
خب پس بهم بگو چرا اون عکسال عمل داشتی؟ راستش تا حالا ندیده بودم انقدر ناراحت باشی. چون تو این روزا دل و دماغ خوشی ندارم، به خاطر همین. پشیمونی؟ نه نه نه، و دلم هم نمیخواد جر و بحث کنم، مخصوصا تو این شرایط. پیلار، فکر کنم قبلا دربارش حرف زده بودیم. خواهش میکنم بگو پشیمون شدی؟ جواب بده. فکر میکردم شاید اوضاع و شرایط از این آسون تر باشه. باشه، راستش میدونی منظورم این نبود که. نگران نباش، تو خسته ای، برو استراحت کن و بگیر بخواب، منم میخوابم. کافیه کافیه. چی شده عزیزم، چی شده؟ لطفاً این کارو نکن امیلیو. امیلیو کافیه دیگه، کافیه. من مطمئنم تو به زودی حالت خوب میشه، ولی الان باید به تحقیقاتمون ادامه بدیم عزیزم. امیلیو یه لحظه بیا، من کمکت میکنم. تو به هم میگی من چی کار کنم و منم همون کارو میکنم. خب دیگه به هم بگو، من آمادم. بگو دیگه امیلیو، کمکم کن. ما به حقیقت نزدیک شدیم. من به کمکت احتیاج دارم، کمکم کن. میدونی چرا خاویر به همون زنگ زد؟ نه، منم نمیدونم. وقتی تو اون موقع بدون دلیل خاصی به همون زنگ زد یکم عجیب بود. از طرز صحبت کردنش خوشم نیومد. از اون کاراگاه خبر داری؟ واسه پیلار اتفاقی افتاده؟ نه اتفاقی نیفتاده. خوبه، گوش کن. من میدونم که چیه؟ دارین درباره چی در گوشی حرف میزنین؟ هیچی. خب ماتیاس داره با هم قهوه میخوره. خاویر من خستم. ببینم تو فکر میکنی الان بتونیم جلسه رو شروع کنیم؟ ممنون. اسماعیل و ایوان اسم واقعی اون دوقلو هست. همشون با الف شروع میشه. ایگور مارا اسم بچه هاشو اسماعیل و ایوان گذاشته. حتما به یه دلیلی اسمشون با الف شروع میشه. اسم خودشم با الف شروع میشه. تموم شد. اسما به اون برنامه‌ای که گفتی وارد شدن، حالا چی؟ خیلی خوب، حالا با موس دنبال گزینه اسکنر بگرد. باشه؟ الان پیداش میکنم. یه لحظه صبر کنید نسیا، کامپیوتر منو روشن کردی؟ نگران نباش، الان روشنش میکنم. نسیا باید کامپیوتر منو روشن کنی. اگه نکردی که نمیتونیم اسکن بگیریم، کارمون پیش نمیره. آروم باش امیلیو، روشنش کنم. عالیه، بذار سیستم عامل بالا بیاد، بعد وارد اون برنامه شو. خیلی ساده است، فقط دقت کن. اصلا بیخیال نسیا، تو از کامپیوتر هیچی وارد نیست. من از کامپیوتر هیچی سرم نمیشه، پس هولم نکن. بیخیال نسیا. باشه مراقب باش امیلیو. امیلیو باید دوباره بینایمو به دست بیارم ایگناسیا، واسه همیشه که تو رو ندارم که ازم مراقبت کنی. باید با کامپیوترم کار کنم. دوست دارم شبا تا دیر وقت بیرون باشم. دوست دارم با دوربینم فیلم ضبط کنم. این بدترین اتفاقی بود که میتونست برام بیفته. دوست دارم موتورم رو سوار شم. چیه؟ چی شده ایگناسیا؟ ایگناسیا به چی نگاه میکنی؟ اینجا یه عکسه. یه عکس؟ یه عکس از کی؟ از ایگور مورا و زنش و بچه هاش. باید بگم کار این شرکت بازرگانی اصلا خوب نیست و به خاطر همین بیشتر از 6 تا از مشتریامون ولمون کردن. ما میدونیم چرا، ولی نمیدونیم چی کار باید بکنیم. گونزالو همه کار است و تا وقتی که کارا دست اون باشه وضعمون روز به روز بدتر میشه. اون قدرام ازش مطمئن نیستم. منظورم اینه که بعضی از مشتریامون از دست دادیم. خواهش میکنم.
حرفم رو قطع نکن ممنون. راستش من فکر میکنم از چیزی که میخوام بهتون بگم خیلی خوشتون میاد. راستش فکر میکنم این شرکت بازرگانی آینده نداره. این موضوع خیلی ناراحتم میکنه. اگه کارتون رو دوست دارین بهترین کاریو که میتونین بکنین و اونم اینه که ولش کنین. بعدش کجا کار کنین؟ من میخوام یه شرکت بازرگانی جدید تأسیس کنم. ازتون میخوام دیگه اینجا کار نکنین. میخوام برای من کار کنین. خب دیگه چی ایگناسیا؟ دیگه چی میبینی؟ به چی نگاه میکنی؟ خب یه عکس از تو روزنامه است، از سال 1976. ببینم رو تیتر روزنامه چی نوشته. مطلب به درد بخوری هست یا نه؟ گوش کن. تاجر مشهور ایگور مورا، بچه هاش اسماعیل و ایوانو تو روز نامگذاریشون معرفی میکنه. آره درسته، تاریخاش به هم میخوره. رو سنگ قبر آدولفو هم تاریخ تولدش 1976. اون مرده امیلیو؟ اون مرده. کی مرده؟ ایگناسیا به چی نگاه میکنی؟ اسماعیل و ایوانی برادر بزرگتر دارن. اون مرده، دارم اونو نگاه میکنم. باید 5 یا 6 سالش باشه. این همون برادر مرموزشه که داشتیم دنبالش میگشتیم. میدونی چیه؟ ممکنه خاویر باشه. و اون زن هیلا؟ چی؟ کدوم زن؟ خب اون همین الان اینجا بود و داشت با خانم ایوا حرف میزد. یعنی زن ایگور مورا اینجا بود؟ آره، گفت که یادش نرفته خانم ایوا سعی کرده بود بکشتش. اون این حرف رو زد؟ مامان کجایی؟ مامان اگه تو واقعا راست میگی و اون زن امروز اینجا بوده، مامانم باید خیلی چیزا رو برامون توضیح بده. مامان امروز باید همه چی معلوم بشه. چی شده ایگناسیا؟ حقیقت داره که زن ایگور مورا اینجا بوده؟ حقیقت داره که اون زن اینجا بوده مامان؟ حقیقت داره که تو سعی کرده بودی بکشیش؟ جواب بده. تو که سعی کرده بودی بهش صدمه بزنی؟ نمیخوام درباره اون حرف بزنم ایگناسیا، تو نمیفهمی؟ به هم بگو چرا مامان؟ من باید بدونم واسه چی اومده بود اینجا؟ واسه چی اومده بود اینجا؟ اومده بود دیدن ایگور مورا؟ مامان تو رو خدا، من باید بدونم. من تو حالتی نیستم که بتونم درباره مابل حرف بزنم، امشب نه. پس اسمش مابله؟ مامان، مامان از چی فرار میکنی؟ از خاطره ها و تمام اشتباهاتی که اتفاق افتاده بود. پس حقیقت داره؟ تو سعی کرده بودی بکشیش؟ بچه هاشو دیده بودی؟ نه، هیچ وقت. ما دوستای صمیمی بودیم ولی هیچ وقت نرفته بودم خونش. چرا؟ چرا اینقدر دوست داری درباره بچه های مابل و ایگور بدونی؟ مامان، باید هرچی از خانواده مورا میدونی به هم بگی. مهم نیست چقدر ناراحت کننده است. خواهش میکنم. دیگو عزیزم آروم باش، عزیزم آروم باش. دیگو آروم باش، خواب دیدی عزیزم؟ آروم باش. میخواست کتکم بزنه، داشت دنبالم میکرد تا منو کتک بزنه. آروم باش عزیزم، فقط یه خواب بود. آروم باش. بازم دوباره خواب بابا تو دیدی؟
نه، اون گونزالو بود. خاویر همیشه واسه کاراش یه دلیل داره. اگه میخواد یه شرکت بازرگانی واسه خودش تأسیس کنه، میخواد از گونزالو انتقام بگیره. از الان شروع کرده بی‌اعتبارش کنه و میخواد مشتریاشو جذب کنه و تا وقتی تقاصی گرفتن پیلا رو ازش نگیره از این کارش دست بر نمیداره. نمیخواد چیزی بگی؟ میدونی چیه؟ راستش الان اصلا برام مهم نیست. فکرشو بکن. من با خوشگل‌ترین زن آمریکا توی بار هستم و تنها کاری که میکنیم اینه که درباره کار حرف میزنیم. ماتیاس، من نمیخوام در مقابل حرفی که خاویر بهم گفت ساکت بمونم. خیلی واسم مهمه. با من ازدواج میکنی؟ نه، باشه، منظورتو فهمیدم. بیا درباره یه چیز دیگه حرف بزنیم، چطوره؟ با من ازدواج میکنی؟ جدی میگه. خیلی جدی. ازت میخوام با هم ازدواج کنی. منتظرم مامان. معذرت میخوام، ولی نمیتونم. حالم اصلا خوب نیست. اما من باید بدونم. چیزی نیست که بدونی. هر چقدر که از اون زن دور باشیم برامون بهتره. ولی اگه واقعا دلت میخواد بدونی، آره، من سعی کرده بودم مابلو بکشم. نگران دیگو هم. چیزی شده؟ میدونی گونزالو اون هر شب کابوس میبینه، مرتب بیدار میشه و دیگه خوابش نمیبره. خب اینطور که به نظر میرسه اوضاع اونطوری که ما فکر میکردیم آسون نبوده. گونزالو، خواهش میکنم، الان وقتش نیست. جدی میگم، واقعا نگران حال دیگو هم. منم جدی میگم، من فقط نگران دیگو نیستم، نگران خودمونم هستم. منظور چیه؟ نگران خودمون واسه چی؟ کجا میری؟ قدم بزنم و یه هوایی بخورم تا بتونم این فکرهای احمقانه رو از سرم بندازم بیرون. نمیخوای چیزی بگی؟ ربکا، من فقط ازت خواستگاری کردم. جدی میگم، خیلی جدی. یه چیزی بگو. میخوای همینطوری ساکت بمونی؟ من چیزی برای گفتن ندارم. فردا میبینمت. آدولفو، ترسوندی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ خدای من، ببین کی اینجاست. اومدی دیدن من؟ برام خبر خوب آوردی مگه نه؟ نه، بلم کن، بذار برم. چی شده هیلدا؟ کجا داری میری؟
نه 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 کی اونجاست؟ چی شده؟ نه چرا داری گریه میکنی؟ بیرون بودی؟ آره تا این موقع؟ آره کجا رفته بودی؟ هیلدا؟ نه هیلدا؟ 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 چی شده؟ اومدم ببینم اگه اینجایی بهت شب خیر بگم. بیا تو. چی کار داری میکنی؟ بذار ایگور مراو و زنش و سه تا بچه هاشو بهت معرفی کنم. سه مرد. نمیخوای قبل از رفتنت با هم خداحافظی کنی؟ فکر کردم خوابی. دیشب دیر اومدی خونه. بیدار بودی؟ نمیتونم بخوابم. مهم نیست که چقدر سعی کردم. ایگناسیا کمکم کن. کمکم کن. من میترسم. خیلی میترسم. ایگناسیا بازم تو؟ خاویر سعی کرد به خاطر تو منو بکشه. بهش نگاه کن. امیلیو امیلیو خواهش میکنم. خواهش میکنم با خودت این کارو نکن. خواهش میکنم آروم باش. آروم کن باش. کارولا میخوام تنها باشم. خواهش میکنم آروم باش امیلیو. تو حالت خوب باشه. قسم میخورم دوباره میتونی ببینی. قسم میخورم امیلیو. نمیتونم کاری بکنم. نمیتونم از کامپیوترم استفاده بکنم. امیلیو نمیتونم ببینم کارولا. من بهت کمک میکنم. قسم میخورم دوباره میتونی ببینی. این امکان نداره. این امکان نداره. باورم نمیشه دوبار به خودت اجازه دادی دفترمو به هم بریزی. تنها کاری که کردم این بود که ازت بخوام برام توضیح بدی چرا، که اونم انگار به ضررم تموم شد. نمیدونم خودت میدونی یا نه، اما خاویر بدجوری دوستت داره. این یه حقیقته. وقتی فهمید باهات چی کار کردم اومد تو کارگام و سعی کرد خفم کنه. خواهش میکنم ایگناسیا ازش بپرس سعی کرده بوده منو تو کارگام خفه کنه یا نه. تهدیدم کرد و مجبورم کرد قسم بخورم که دیگه بهت نزدیک نشم و حتی باهات حرفم نزنم. تا حالا مردی و تا این اندازه عاشق ندیده بودم. حاضره به خاطر تو هر کاری بکنه. میدونم شاید با خودت فکر میکنی دارم بهت دروغ میگم، ولی اینطور نیست پیلار. نزدیک بود به خاطر تو بمیرم. ایگناسیا داری میری؟ آره. میدونم که از اومدنم به اینجا ناراحت شدی، ولی میخوای چی کار کنم گونزالو؟ همیشه یا ترسیدم و یا احساس امنیت نکردم. الانم فقط میتونم درباره تو فکر کنم گونزالو، و تو پیلار شوهرتو کنترل کن. عشقایی هستن که میکشن و عشق تو هم یکی از اوناست. اوضاع رو کنترل کن.
یولاندا، جسد اون زن در حالی که آثار کمونی بر روی بدنش بوده امروز صبح تو شمال شهر توی انبار صنعتی پیدا شده. منتظریم تا بفهمیم ملت اصلی مرگش چی بوده، آیا مرگش طبیعی بوده و یا به قصد رسیده. قراره بعد از پایان کار با چکافی پزشکی قانونی علت مرگش بیان بشه. همکارانمان در تلاشن تا با رئیس پلیس شهر تماس تلفنی برقرار کنن. جسد اون زن در حالی که آثار کبودی بر روی بدنش بوده امروز صبح تو شمال شهر توی انبار صنعتی پیدا شده. چی شده هیلدا؟ از دیشب تا حالا یه جوری هستی. باید یه چیزی رو بهت بگم. چی شده؟ دایی میشه منو ببری دیدن خانم ربکا تا باهاش حرف بزنم؟ ببینم، تو میخوای اوراق طلاق رو امضا کنی؟ نه، من توی درد سر بزرگ افتادم، توی قتل بزرگ دست دارم، خیلی میترسم، نمیخوام اتفاق بدی برام بیفته، خیلی میترسم.